درود بر شما جناب هوشمند. درود بر شما جناب توکلی و درود بر هموطنان گرامی. در ارتباط سخنان شما جناب توکلی، چو کار عمر نه پیداست، باریان اولا که روز واقعه پیش نگار خود باشم. این در واقع سخن حافظ رو من در تایید سخنان شما، در واقع روز واقعه یعنی که روز مرگ، چون بهتر که انسان در روز واقعه و روز مرگش از همون جایی که برخواسته به همون جا برگرده، زیرا که روحش هم به این راحتی نمیتونه جناب توکلی روح انسان هم به ایران بره، زیرا که بسته جسم هست رو و در حال گیر میکنه. و بهتره که هموطنان گرامی، چنانچه باوری دارید به وطن و ایران و سرزمین و این قبیل سخنان، بهتره که یک چاره اساسی کرد در این رابطه. و همینطور پراکنده هر کس در واقع در گوشه ای ساز خودش رو کوک نکنه و ساز خودش رو نزنه، بطه تا اونجایی که من متوجه این جریانات هستم، کسی در واقع به اینجا نمیرسه که بتونه سازی رو کوک کنه و ساز همه رو دشمن کوک کرده و همه رو دشمن بازی میده. و مردم ایران در واقع هم مبارزانش هم مردم معمولی و مردم کوچه و بازار سرگردان، در واقع سرگردان این که چه شد و چگونه باید بشه و چگونه باید دوباره این اوضاع نابسامان رو در واقع سامان داد. هر کس گوشه ای افتاده و در گوشه ای فریاد میزنه و کسی نه سخن از اتحاد به میون میاره، نه سخن از مبارزه به میون میاره و نه این که حاضر میشه کسی از سر مواضع خودش پایین بیاد. کسی حاضر نیست که قدرتش رو حتی با دیگران تقسیم کنه. قدرت در واقع بستگی زبان، قدرت کلام، امکانات مالی، شرایط، شرایطی که درش قرار گرفته آدم و در ارتباطی که قرار گرفته. قدرت ما در واقع همین اندازه بیشتر نیست. چقدر بتونیم سخن بگیم، چقدر در ارتباط باشیم و چه شرایطی قرار داریم، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ دانش و خیرت، از چه مایه‌ای برخوردار هستیم. یعنی تا همین حد توان ما و قدرت ما هست که در واقع از این حدود تجاوز نمی کنه، ولی کسی حاضر نیست همین حد رو هم، همین توان ناچیز و قدرت ناچیز رو کنار هم بذاره و شریک بشه با دیگران. کسی که نه تئوری داره، نه شناختی داره، نه دلاوری داره، نه خیرد مبارزه رو داره، فکر میکنه که مثلا اگر یه جایی از مواضع خودش دفاع بکنه میتونه کار فرهنگی کرده باشه، به اصطلاح تأثیری گذاشته باشه و
میتونه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه. بیشتر سخنانی که این هموطنان به اسلام مبارز در خارج از میهن میگن و در بیشتر ارتباطاتی که قرار میگیرن در همین خارج از میهن باقی میمونه و در ارتباط درون میهن قرار نمیگیرن. هرچقدر که مبارز راستین تر باشه، سخنش برنده تر باشه، دلاورتر باشه، هرچقدر که جدیتر در ارتباط مبارزه ایستاده باشه، با مشکلات بیشتری روبرو هست. و محدودیت های بیشتری چه به لحاظ جامعه جهانی چه به لحاظ عدم پذیرش توسط هموطنان گرامی در خارج از میهن و سنگ هایی که جمهوری اسلامی در سر راه مبارزان این سرزمین در طی این 30 سال گذشته انداخته. هرچه مبارز دلاورتر، هرچه سخن برنده تر و منطقی تر، مشکلات بیشتر. این معادله در واقع در ارتباط ملت ایران و مبارزان این سرزمین در این 30 سال گذشته در خارج از میهن بسیار در واقع صدق میکنه و میبینیم که کسانی که امکانات مالی دارن و امکانات اجتماعی دارن، شرایط خانوادگی دارن، شرایط سیاسی دارن، شناخته شده هستن در مقابل ملت ایران، در بین ملت ایران، شرایط تاریخی دارن، رسالت تاریخی دارن که در واقع این رسالت ها رو این کسان در واقع به تمسخر گرفتن. تنها کسانی میمونن که میخوان و نمیتونن و آنان که میتونن نمیخوان. این شده مبارزه ملت ایران. من برای این که آب پاکی روی دست کسانی که ادعای مبارزه دارن در واقع ریخته باشم و تکلیف هموطنان گرامی رو در خارج از میهن در ارتباط مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی یک سره کرده باشم، من در شب گذشته مبلغ ناچیزی رو در واقع در ارتباط مبلغی که بدان نیاز هست تا سازمانی گروهی که رسالت تاریخی داره، توان رهبری داره، در ارتباط ملت ایران پذیرفته میشه، این تاریخ رو میشناسه، این ملت و این ملیت رو میشناسه، خودش بخشی از این ملت و این ملیت و این خرد هست، حداقل گفتیم که به 20 میلیون دلار نیاز هست که بشه سرنگونی رو در واقع آغاز کرد. و احتمالاً هم من از اونجا که به این شیوهی که اعلام میکنم در واقع بسیار خوشبین هستم، میتونیم و ملت ایران میتونه این رو به سرانجام برسونه. در صورتی که به راستی سوگند اگر برای یک کشور خارجی که بخواد در امور سرزمین ایران دخالت کنه و خودفروشانی رو از جامعه ایرانی و کسانی که رسالت تاریخی برای فروش این سرزمین و غارت این سرزمین دارن در کنار اونها قرار بگیره، سرنگونی جمهوری اسلامی در شرایط حاضر سر به بیلیون دلار میزنه، یعنی میلیاردها پول نیازمند هست کسی که بخواد در این ارتباط در واقع پا به میدان مبارزه بذاره. زیرا که جمهوری اسلامی در واقع مانند سرطان در این جامعه ریشه داره و شریان‌های این سرزمین رو در دست داره و فکر کنید اگر ملت ایران در ارتباط مبارزه که قرار گرفتید به راحتی اینا شما رو رها میکنن، این گونه نخواهد بود مگر اینکه
ملت ایران به گونه ای در واقع وارد میدان بشه که دشمن خل سلاح بشه.